So شروع میکنیم با 24 hour امروز. حالا ساعت بگیم 1:30 دیگه، 9 دقیقه به 1:30 میشه که میبینیم که ارزایی که بالا هستن بر وقت الان، جونو 3.5%، ویوز 3.5. ما خودمون توی شورت هستیم برای ویوز، چون اینها داریم میبینیم دیگه نزدیک 200% رشد کرده. فکر نمی‌کنین یه ذره اصلاح داره حالا به ارزای دیگه؟ سلو 3.5%، کاسموس 2%، چیلیز 2.5%، فورچین 2%، انکر پروتکل 2%، نیرم 1%، حالا دلارم بعدن هست. حالا به ارزایی که امروز ضرر کردن به وقت الان، 11.5%، کووکس فایننس، هیلیوم 10%، هومنز 9%، سولانا 8%، یونیسوب 7%، وی چین 7%، داش 7%، فیتا 7%، فانتوم 7%، ICP 7%، ایتریوم 7%، این نمیدونم چیه، کوساما 7%، پولکادات 6.5%. دیگه تمام، دیگه میبینی که بیشتر ارزاش 7 6 5، حتی هم هدرام اینجاست. But anyways بیا الان برای اکسچنج بریم که مردم دارن چیکار میکنن به وقت الان، که میبینیم که امروز به همین الان که هنوز امریکا بیدار نشده، بگیم 32,500 تا اتریوم خرید شده، نزدیک 90 میلیون دلار خرید شده امروز تو بازار کریپتو. اما باز دوباره پول داره خارج میشه، که پول داره خارج میشه. 324 میلیون دلار از USDT خارج شده از صرافی‌ها و حالا اونها رو دیگه تبدیل کردن به حساب‌های بانکیشون. نزدیک 12 میلیون دلار از کوین بیس خارج شده، اما از طرف بایننس 7 میلیون دلار وارد شده. بیت کویناشون رو دارن میفروشن. حالا لینک بخشید FTT نزدیک 2 میلیون دلار امروز فروختن، مانا 500,000 دلار فروختن. دیگه هیچ خریدی نمی‌بینم چرا امروز، که می‌بینیم حالا خرید از سوشی مد و OMG. حالا سوشی 1,000,000 دلار خریدن و OMG 1.5 میلیون دلار خریدن. سو غیر از ایتریوم می‌بینیم که برنده آلت کوین‌های امروز که به وقت الان OMG هست، بعدش هم سوشی هست برای خریدارای مارکت الان. حالا اینا میتونن زودی عوض بشن با یه خبر عالی یا یه خبر خیلی بدی. حالا می‌خوام الان بریم برای چارت دیدن، بعد اون دیگه میریم برای صحبت‌های مطلع اصلی، که می‌بینیم که دقیقاً ریخت چارت و دیگه. اما چند تا چیزا باید بدونیم راجع به این چارت و مشکل‌های پشتیش الان که میاد، چون گفتیم حالا یه اینورسد شولدر میتونه اینجا بسازه. هنوز درسته اینورسد شولدر نه، ببین هنوز هست، اما موقعی که اینو از دست میدن دیگه اینورسد شولدر نیست. یه 4 ساعته زیر این خط قرمز من ببنده یا یه روزانه، تمام دیگه ترند لاین فینیتو، دیگه نمیدونیم دیگه چی میشه دیگه. سپورت بعدیش همین 39,000 تاست دیگه. حالا 40,000 تا خودش یه سپورت سایکولوژیکال هست، اما 39,000 تا یه حمایت خیلی قوی بر ما پیدا میشه، اما هنوز چیزی نشده و بعد حالا باید یه ذره صبور باشیم و نمیتونیم زودی تصمیم بگیریم. دلیلی این که مارکت ریخت از دیشب بود، فکر کنم نزدیک های ساعت 2 شب بود، 2 شب انگلیس میشه، نمیدونم دیگه ساعت 6 ایران دیگه نمیدونم. و این راجع به همین نیوکلیر ریاکتور اوکراین که بزرگترین ریاکتور دنیا رو داره برای اروپا، و حالا شلیک خورد اونجا و آتش شروع شده. و حالا میدونی که مثل همین که رئیسشون گفته، وایس پرزیدنتشون گفته مثل شرنوبیل میشیم اینجا، و دیگه میدونیم که هممون میمیریم، چون 10 برابر بزرگتره و هوا آلوده میشه، کانسرس میشه و میمیریم. و حالا مثل این که خود روسیا گرفتن اونجا رو و درستش کردن. الان با این خبری که مد ازش این کندل اینجا رو میبینی که پامپ شده، روسیا گفتن ما درستش کردیم، هیچ مشکلی دیگه نیست. حالا نمیتونیم بگیم که نمیدونم مثلا برچی شلیک به اونجا میکنن، یه ذره استوپید هستن یه جاهاش، شاید اصلا نمیدونستن اونجا یه پاور پلنت. Oh my god I don't even want to talk about it. But still به وقت الان که داریم الان میبینیم، بدونین که به یه 400 کندل زیر اینجا ببنده، دوباره یه بار دیگه به 41,112 تا میتونه پیدا کنه خودش. حالا هنوز 2 ساعت و نیم مونده این تایم فریم 4 ساعته، سو ادامه ریزش میتونه داشته باشه. حالا حتی هم که اینجا داره میگه یه ریورسل میاد، بعد بدونیم که حالا به تایم فریم های کوچیکتر مثل یک ساعته میبینی داره تایید میکنه به صحبت های من که میخواد ادامه ریختن داشته باشه. اوکی، سو یه ذره باید مواظب باشیم که اینجا رو به تایم فریم 4 ساعته دست بده. تمام میره برای یه بار دیگه برای 41000 تا. حالا اگه میتونه یه دابل باتم بسازنه و بره برای بالاتر دیگه، بره برای 42000 تا. اما امروز هم CME هم باز میشه، سو اینم هست، ویکند هم فردا هست، سو بهتر این کار اینه کمجوری کنسولیدیت کنه تو این رقم‌ها تا مانده باز بشون که چه اتفاقی بیفته. حالا الان دیگه میریم برای ارز اتریوم، چون میبینیم که خریدار هست، خیلی خریدار امروز خرید کردن از ایتریوم و حالا اگین ایتریوم و ارزهای دیگه دارن دنبال بیت کوین میکنن و unfortunately ایتریوم نابود شده. از این طرف میخواد نگاش کنیم، میخواستش یه W بزنه نتونست چون قدرت نداشت و به وقت الانش هم میخواد اینجا هم اگه دست بده 2.5 ساعت دیگه مونده تا اینم دست بده دیگه، میریزه برای 2700 تا $26 میتونه بریزه. حالا 100%ش تو 2 ساعت و نیمه، شاید من همین الان 1 ساعت و 2 ساعت دیگه، الان 1 ساعت و نیم آره میریزه این دیگه. اصلا هیچ قدرتی نداره چون مارکت ترسیده و of course این خبرایی که میگن واقعا هممون میترسیم که یه نوکلیر ریاکتور بترکه چه اتفاقی میشه و زمان الان. حالا بریم برای FTT که میبینیم که حالا یه ذره فروختن و هیچ مشکلی نیست، چون میدونیم FTT کجا میبره ما رو تو این زمینی. اما بدونین که الان جاش که الان هست افتضاح هست، اینورسد اند شولدرش الان میتونه از اینجا دیگه دست بده دیگه، تمام میشه پترنش. اگر از دست بده اینجا رو میریزه اینجا و از اون دیگه ویکند میشه دیگه، چون تقریبا یه 4 ساعت بشه دیگه فردا میشه CME داریم و میتونه اینجوری کانسولیدیت بکنه تا مانده باز بشیم و چه اتفاقی براش میفته. حالا خیلی زود تصمیم گرفتنش. بریم برای ارز آخر که ایدا هست و جالب ایدا، چون امروز من یه ذره بیشتر اثبات خریدم ازش و اما تو پشت ذهنم گفتم به 7 سنت هم میتونه یه بار دیگه بریزه و چرا که نه، چون اگه این کار رو بکنه یه چیزی مثل این میفته که یه W خوشگل بزنه، از اون پا این W خوشگلش بره برای بالاهای 1C. دهن من یه خرید اینجا کردم و یه خرید دیگه میخوام اینجا داشته باشم just in case دیگه. حالا با مانی منیجمنت دیگه کل زندگی اما اینجا نمیذارم، حالا میتونه همیشه پایین ترم بره چاره که نه، اما به زمان الان fundamentally speaking یه خرید اینجا کردم، یه خرید دیگه هم اینجا دارم اگر به اینجا برسه با مانی منیجمنت. تو این شد از طرف 4 تا. الان میریم برای صحبت‌های یه خبری که از طرف سندباکس مده که 6 ساعت پیش بود و The Sandbox Metaverse hits 2 million users begins K-pop partnership. K-pop که فکر کنم همه‌تون میدونید دیگه K-pop چه، همین کورین خواننده های کوریا، حالا هم اکتورن هم خواننده‌ن، اما خواننده هستن 90%شون. میبینیم که سن داره آدمایی که بازی میکنن پول میگیرن، همونجوری که بهتون گفتم که شما برین سند بازی کنین بهتون $2500 میدن. الان نیست که الان دیگه نمیدونم چقدر دیگه به ارزش الان میشه، اما به اون موقع $2500 مجانی به همه میدادن که بازی کنی، بازی کن پول در بیار. که حالا با 2 میلیون یوزر داره، 2 میلیون نفر که ساین اپ کردن و دارن بازی باش میکنن. متاورس خوبیه، یا ببین مثل ماینکرافت، اما هر کاری میتونی بکنی. اما آره درسته گرافیکاش بچگونه است، اما این اولای کریپتوه و قبول دارم ماینکرافت دیدین که بعد از 15 سال دیگه افتاد. حالا هنوز میتونی بگی هنوز هست، اما نه افتاده. حالا این سندباکس هم قبول دارم 6 سال دیگه 5 سال دیگه موجش رو میرسه دیگه، میفته مثل ماینکرافت و این روزا براش میاد، اما هیچ مشکلی هم نیست. این سایکولوژی مردم هست تا اگه خود بازی عوض نشه مردم کم کم خسته میشن، بزرگ میشن، دیگه نمیخوان اینجا باشن. اما شاید اشتباه باشن، چون ببین زمین داره پول خرج کردی، اما ماینکرافت هم پول خرج کردیم. سو میبینیم چی میشه. خبر دوم از اوکراین میاد و obviously این خبرنگارای تلویزیون چرت پرت میگن و دارن میگن او این کشورها کریپتو استفاده میکنن، سانکشناشون رو دور میزنن. و امروز اوکراین، دولت اوکراین داشته کمک میکرد با این میس اینفورمیشنی که چرت پرت میگفتن و داشته میگفتش که ببین کریپتو اجازه میده که ما کار با شما بکنیم اینترنشنالی، لازم نیست ما با بانکامون زنگ بزنیم یا هر کسی زنگ بزنیم. بابا من حسابمو میدم، ببخشید شما حساباتو به من بده، کریپتو والت تو من بده، پول میفرستم زیر 5 ثانیه. حالا دیگه ربط داره به شبکت، حالا ایتریوم باشه 5 دقیقه، بیت کوین باشه 5 دقیقه، حالا به ارزهای مثل شبکه بی اس سی، تران، سولانا، شاید سولانا نه، زیر 5 ثانیه. حالا چون سولانا نه، چون میتونه دیداس بشه، میتونی 10 روز صبر کنی اگه این اتفاق براش بشه. اما داره تایید میکنه که خیلی کار خوبیه و همش هم برای پول دور کشیدن نیست، اسپشیال برای سانکشن. اما دیگه میدونین که اوکراین الان یه جایی هست که میدیا چشمشه، دارن کمکش میکنن و هرچی اینا بگن میگن اوکی نو پرابلم. اما ببینیم چی میشه از طرف اوکراین، چون روسیه هم داره همین کارو میکنه. میرسیم الان برای خبرایی که من دیشب بهتون گفتم که داره اوپنسی پروب میشه. حالا مثل که مردم نفهمیدن پروب چه و زودی دارن میگن که ما بند شدیم از اوپنسی. این عزیزان پروب کردن یه دولت، یه کسی که تو SEC هست داره نگاه میکنه به این شرکت. اوپنسی یه شرکته، وبسایتش سنترالایزده، اوکی، سافتورش سنترالایزه، شبکهش ایتریوم هست، ایتریوم دیسنترالایزده، نه اوپنسی. نمیدونن چون مردم نمیفهمن. اما مثل همیشه، مثل همه این سافتور کمپانی ها، مثل همه این وبسایت ها، کشورهایی که تروریسم هستن، مانی لاندرینگ هستن، قانون ندارن، نباید باشن. این هم دیگه منطقی هست برای خودشون. برای چی؟ چون پروب شده، رئیسش اوردی خیلی کثیف کاری کرده، دزدی کرده، پولشویی کرده خودش، و اینم بغل دستش بیاد که ایرانیام دارن باهاش، دارن تو وبسایتش دارن استفاده میکنن، یا هر کشوری به جز ایران هم هستی، عراق هم بود، نورد کره هم بود که دارن استفاده میکنن. میدونید چقدر این انسان چند سال میتونه بره زندان، به اضافه شرکتش نابود بشه، 2 سال دیگه نباشه. و بهتون هم دیشب گفتن که اوپنسی امکان داره که 2 سال دیگه نباشه. اینو بهتون دیشب گفتن، چون پروبش کثیفه، نمیتونی کاری بکنی، انقدر کارش بد شده نمیشه اصلا هیچی بگه. و حالا این که کشورها رو بند کرده برای اینکه نمیخواد بیشتر حکم اعدامش بلندتر باشه، اوکی، این برای خودشه، نفع خود یک نفر. بهتره که اینقدر آدم که غیرقانونی هستن بیارنشون بیرون دیگه، نباشن. حالا ببین همش اوپنسی هم نبود، دیشب هم متاماسک هم همین کارو کرد. ببین متاماسک، تراست والت، خیلی والت، کوین بیس والت، من اینقدر والت دارم، دیفای والت، شیپ شیفت والت، بلاک چین والت، همه این والت ها سافتور هستن و این اپاشون یه اپه، اپ یه سنترالایزده، خود شبکه کریپتو بلاک چین دیسنترالایزده. اما این سیستمی که داریم استفاده میکنیم، دارین شما از اپل استور و حالا گوگل پلی استور هم دارید دانلود میکنی اینا رو، و اینا یه شرکت هم دارن سود میگیرن. اوکی، چجوری متاماسک سود میگیره؟ و موقعی که شما دارین پول پرداخت میکنی، یه محلش هست که 0.0001% داره پول تو ور میداره. حالا هزینه همون گس فیشه دیگه، یک خیلی ریز اما خیلی زیاده، چون اینقدر آدم هستن، مثلا روزی میتونه $10 میلیون در بیاره و همش جا به جای پولاتون. حالا دارین استیک میکنین، بیشتر هم میتونه ور داره. اما چون اینا اپ هستن، باید این کارا رو انجام بدن. و حالا از اینجا صبر نمیشه دیگه، میدونین که تراست والت هم اوردی تو پالیسیش هست که ایرانیا، عراقیا، افغانستان، اوکراین، بخشیدن یوکرین، همین نورث کوریا غیرقانونیه که استفاده کنن این شبکهشون. اما اگین ببین هیچ مشکلی نیست که حالا خودشون گفتن میتونی با یه وی پی ان دور بزنی، اما این اولاشه. ببین من بهتون پارسال گفتم که شرکت سرکل داره یه کاری میکنه که هر کسی بدون والت بیاد تو کریپتو، و اینم بهتون گفتم هیچ کدوم مثل که نفهمیدین چی گفتم. ببین الان این اولاشه که دارن بند میکنن. بگو حداقل با شرکت سرکل، حالا سرکل بهتون گفتم گلدمن ساکس هم اسرائیلیه، و گفتم که ببین الان این ایف اکسپلورر رو میدونی یا بی اس سی اسکنر، حالا مثلا اونجایی که هست که تران اسکنر هست و تو چند تا حسابا دست راستش نوشته مثلا این آقا دزده، مثلا نوشته hacker of bitmex 2018. well 2 سال دیگه با این سیستمی که داریم میسازیم از این شرکت ها، well حالا نمیدونم اگر میتونه بنویسه this is an Iranian wallet، اما میتونه بنویسه که این sanctioned wallet هست که توی کشورایی هستش که اجازه نداره پولاشو وارد کن، و این اتفاق میشه. حالا سنی سوده، اما برای همه والتایی که از ایران ساخته شدن، از نورث کره ساخته شدن، چند سال دیگه، حالا فکر کنم همین تو این 1 ساله میتونن این کار انجام بدن، چون سیستم شوردی من دیدم که بغل دستش نوشته که سانکشن والت، یا مینیمیسه اون کشوری که شما هستین، و موقعی که این پول بره توی صرافی قبولش نمیکنن، ریورت میکنن، میگم برای چی میای پولتو تو این صرافی من، برو. و حالا این مشکل شبکه کریپتونی، این مشکل وبسایتاشون هستش. وبسایتاشون کامپلیتلی میبینی که وبسایتایی که ما میریم .comن .exchangeن یا چرت و پرت اینجوری، و اینا هیچ کدومش اینا خود وبسایتاشون دیسنترالایز نیستن، چون تو وبسایتای مثل unstoppable domains استفاده نکنن، یه کریپتو وبسایت نیست. و حالا بعد به اندازه قانونی باید گوش کنن به امریکا، به انگلیس، چون اگر نکنن خودشون میرن زندان. کدوم بهتره؟ رئیس یه شرکتی یا مثلا 1 میلیون نفر رو بند کنی از یه شبکتون، و obviously به نتیجه خودش نمیخواد بره زندان برای 20 سال دیگه، برای چی بره؟ بهتره که، چون اگه نکنه هنوزی کسی دیگه براش میکنه، سو بهتره که همین کارو بکنه و بگه ببخشید دیگه نمیتونیم کاری بکنی. و درسته این کریپتو اینجوری هست. و فکر کنم این 4 هفته پیش من رفتم تو این ایونت نانو بود، نانو یکی از این ارزهای 2017 بود که رفته بود بالا، رنگ‌های 5 بود، و تو میز ما خیلی از این آدمای بزرگ بودن، پیرمردن همشون، اما خیلی پول دارن. و یکی از صحبتایی که داشتیم راجع به همین بند کردن کشوراست، و داره کم کم میشه و داریم جلوی چشممون میشه، و چون این سیستما دیگه وجود دارن میتونیم توی بی اس سی اسکنر، ایت اسکنر، ترون اسکنر بنویسیم که این ایشون والتش از ایرانه، و کامپلیتلی اینو بند کنیم از همه جا، حتی از DYDX هم میتونیم بند کنیم، چون DYDX وبسایتش وبسایت معمولیه، اگر نکنیم ما میتونیم شما رو بذاریم برای غیر قانونی، و میتونیم همه این کارها رو انجام بدیم. و این میرسه به چجوری این کارا رو میکنن. و مثل این که ببین سواد همون داریم دیگه، ببین آدمایی که دارن میرن با تومناشون تبدیل میکنن به USDT، به شبکه ترون، اینا رو همه میدونن، و ما میریم تو اصل حساب، و این اصل حساب هر جایی که پولش وارد میشه نگاش میکنیم، و موقعی که ببینن و اویدنس بیشتری داشتن که این ایرانی هست حسابش، همه اون پولایی که از این صرافی این آدم که داده به شماها، همتون رو بند با هم میکنن. حالا الان نمیشه، میتونه سال دیگه بشه یا 1.5 سال دیگه، اما این زودی میاد. برای چی این کار رو باید بکنن؟ well regulation هست، خودشون نرن زندان. و of course adoption یعنی چی؟ adoption نه معنی که اون کشورایی که تروریست هستن مانی لاندرینگ میکنه، حتی اگه نباشن دنیا قبولشون نداره، چون با رئیساشون که هستن خوب نیستن، آدمای کثیفی هستن. اوکی و حالا دیگه این کاری نمیشه کرد تا هر وقت دولتتون عوض بشه، شاید یه کاری میشه کرد، اما همیشه دولت نیست. مثلا نفتتون رو بعد به ما بفروشید، زمیناتون رو بدین، همه این کارا رو بعد انجام بدین تا یه جایی برسیم. مثل روسیه، اگر روسیه نکرد، روسیه در چندین سال سانکشن بود با کل دنیا، همین 10 سال پیش بود که با قانونا کار می‌کرد، روغناشو میداد، غذاهاشو میداد، روکت بهشون، اسلحه بهشون داد و دیگه سانکشن نشد. و اتفاقا هم ایران هم میتونه اینجوری بکنه، میتونه زمیناشو بفروشه، تفنگاشو بفروشه، هر چی دیگه داره بفروشه که پیش دنیای دیگه باشه. تا اون موقع بشه همه چیز درست میشه، همه این شرکت‌ها میگن اوکی ایرانو دیگه پاک میکنیم، همه چیز اوکیه، به این راحتیه. خیلی ببین زیر 30 روزه، 2 سال نیست، 30 روز میتونی این کار رو انجام بدی و زودی درست بشه. اما برای الاناش حالا اگه اینجوری ادامه بدین همین 1.5 سال دیگه بند میشن تا آینده ببینیم چی میشه. حالا اینم شد از صحبت‌های این متاماسک و اوپن سی. چیزی جالبی هم نیست، این همیشه میگفتیم و دیگه it is what it is. و تا قانون عوض نشه، قانون معنی خود رئیسا، هیچ وقت اینا برای کریپتو عوض نمیشه و سخت‌تر هم میشه. این اولاشه، بغل دستش هم میتونم بنویسم تو این ایف اسکنرها که ایرانی هستن، بند کن برو دیگه، به این راحتی. مرسی از همه که توی زوم